همینجور میتونیم چون اینجوری باید امتحان بدیم، ولی هر کس اون صحنه ها رو ببینه یادش نره دیگه از ترس میزون میشه. پرسش و پاسخ از که شروع میشه و این موضوع حضور دو ملک نکیر و منکر و پرسشگر و چیه و چجوریه؟ و بعدم یه سوالی هم حالا بچه هم هی میپرسن، میگن که زبون ما چیه؟ اون به چه زبانی این پرسش پاسخ اتفاق میفته؟ البته روایت داریم که هستش که افرادی که اهل بهشت هستن، یعنی خداوند میدونه که برنامهش، خب ببینیم دیگه، خدا میگه میدونه ما بهشتیم یا جهنمی، چون خداوند سریع الحساب و تای خط میدونه. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابر اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. همش عجم زبان غیر عربه، و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است. چون من بلدم. بله. زیاد میدم. مثلا مادری